حالا چه اتفاقی می افتد؟ سوئد کودکان بسیاری را می پذیرد که از جنگ، کشمکش ها یا مشکلات دیگر در کشورشان فرار می کنند و درست مانند شما به اینجا پناه می آورند. بسیاری از کسانی که درخواست پناهندگی می کنند در یک مسکن تعیین شده زندگی می کنند. کودکان دیگری هستند که پیش خانواده ای زندگی می کنند. درست مثل شما. اگر زندگی شما در اینجا خوب باشد، می توانید تا زمانی که به درخواست پناهندگی شما پاسخ داده شود در اینجا زندگی کنید. ممکن است این خانواده خانواده ای باشد که شما می شناسید یا از خیشان شما باشند و یا خانواده ای باشد که شما از قبل نمی شناسید. شما باید در جایی که زندگی می کنید احساس امنیت کنید. خانواده‌ای که پیش آن هستید به شما غذا، تخت خواب و لباس می‌دهد. شما در مدتی که اینجا هستید به مدرسه خواهید رفت. شما همچنین با پزشک یا پرستاری ملاقات خواهید کرد تا ببینند که شما برای اینکه حالتان خوب باشد به کمک احتیاج دارید یا ندارید. اگر به اتفاقاتی که برایتان افتاده فکر می کنید و اگر دلتنگ خانواده یا دوستان خود یا نگران حال آنها هستید می توانید با آنهایی که پیششان زندگی می کنید و یا افراد بزرگسال دیگر صحبت کنید که می توانند به شما کمک کنند و از شما حمایت کنند. در آینده شما افراد گوناگون دیگری را نیز خواهید دید که می توانند به شما کمک کنند. اداره خدمات اجتماعی مسئول این است که بچه ها در سوئد زندگی خوبی داشته باشند. شما یک مددکار اجتماعی خواهید داشت که ببیند به چه چیزی احتیاج دارید. شما برای اینکه حالتان بهتر باشد، برای اینکه وقت فراغت خوبی داشته باشید، برای اینکه در مدرسه به شما کمک شود و یا برای چیزی دیگر شاید به کمک احتیاج داشته باشید. مددکار اجتماعی آن چیزهایی را که شما احتیاج دارید و این را که چه کسی به شما کمک خواهد کرد یادداشت می کند. اگر وضع شما در جایی که زندگی می کنید خوب نیست، آن را به مددکار اجتماعی خود بگویید تا به شما کمک کنند که وضعتان بهتر شود. مددکار اجتماعی با شما تماس خواهد داشت تا ببیند چیزی که خواسته شده واقعا عملی شده است. همه کسانی که سنشان زیر 18 سال است کودک هستند. برای کودکانی که پدر و مادرشان در سوئد نیست، کسی به نیابت پدر یا مادر گماشته می شود. این کسی که به نیابت پدر و مادر شما گماشته شده، به شما در خیلی چیزها کمک خواهد کرد. برای مثال، به جلسه های مدرسه خواهد رفت یا پول شما را نگهداری و اداره خواهد کرد. شما همیشه حق دارید که بگویید نظرتان چیست. هرچه سنتان بالاتر باشد، بیشتر در تصمیم گیری شرکت می کنید. البته نه به این معنا که شما هرچه که می انجام می شود. بلکه به این معنا که بزرگ سالان به حرفتان گوش می دهند و پس از آن تصمیم می گیرند که بهترین کار برایتان چیست. شما همچنین یک وکیل حقوقی خواهید داشت. این کسی است که قانونهای سوئد را میداند و به شما درباره درخواست پناهندگیتان کمک می کند که تصمیم میگیرد که شما می توانید در سوئد بمانید یا باید برگردید اداره امور مهاجرت است اداره امور مهاجرت از قانونها و مقررات پیروی می کند شما این امکان را خواهید داشت که به اداره امور مهاجرت بگویید که چرا به سوئد آمده اید؟ کسی که نیابت پدر و مادر شما را دارد و همچنین وکیل حقوقی شما در آنجا همراه شما خواهند بود. شما ممکن است به یک یا چند جلسه در اداره امور مهاجرت بیایید. مترجمی هم در این جلسه ها خواهد بود. مترجم هم زبان سوئدی و هم زبان شما را بلد است. مترجم نباید به کس دیگری بگوید که چه چیزی گفته اید. این مهم است که بگویید که چرا به سوئد آمده اید، برایتان چه اتفاقی افتاده و چرا نمی توانید برگردید. کارمند اداره امور مهاجرت چیزهایی را که می یادداشت می کند. پس از آن شما آنچه که نوشته شده همراه وکیل حقوقی خود و کسی که نیابت پدر و مادر شما را دارد می خانید. مهم است که اگر چیزی نادرست باشد اداره امور مهاجرت از آن با خبر شود. ممکن است جواب به درخواست پناهندگی شما مدتی طول بکشد. شاید پس از اینکه شما به اداره امور مهاجرت آمدید، هر روز منتظر جواب باشید. به این فکر باشید که از زمانی که در اینجا هستید خوب استفاده کنید. حتی اگر اجازه ندهند که در سوئد بمانید، از چیزی که در اینجا یاد میگیرید می, می در آینده استفاده کنید. بعضی ها این جواب را از اداره امور مهاجرت می گیرند که می توانند در سوئد بمانند. اما به بعضی دیگر این جواب داده می شود که باید برگردند. بعضی از کودکان پیش از اینکه به سوئد بیایند در یک کشور دیگر در اروپا بوده اند یا فامیلی در آنجا دارند. اگر اینطور باشد ممکن است این کودکان به آنجا فرستاده شوند. وقتی که جواب به درخواست شما حاضر شد، به جلسه ای در اداره امور مهاجرت میآیید. کسی هم که نیابت پدر و مادر شما را دارد، در آنجا خواهد بود. اگر جواب نه به درخواست پناهندگی شما داده شود، کسی که نیابت پدر و مادر شما را دارد و وکیل حقوقی شما می توانند از این جواب شکایت کنند. یعنی اینکه یک دادگاه نگاه می کند که ببیند آیا اداره امور مهاجرت کار درستی کرده یا نکرده است. اگر شما باز هم جواب نه بگیرید، اداره امور مهاجرت به شما کمک می کند تا بتوانید برگردید و ترتیبی می دهد که وقتی شما به آنجا رسیدید، کسی به ملاقات شما بیاید. اگر به درخواست خود جواب مثبت، جواب آری بگیرید، اجازه خواهید داشت که در سوئد بمانید. اگر زندگی شما در پیش این خانواده خوب باشد، می توانید تا زمانی که برای زندگی در جای دیگر آماده بشوید، در پیش این خانواده زندگی کنید. شما حتما پرسش های بسیاری از امروز به بعد خواهید داشت. فراموش نکنید که می توانید با کسی که نیابت پدر و مادر شما را دارد، با مددکار اجتماعی خود، با وکیل حقوقی و یا کسانی که در پیش آنها زندگی می کنید، صحبت کنید. اگر احتیاج داشته باشید می توانید از مترجم کمک بخواهید